با شهپری بسته پرکشودن هنر است، با قلب شکسته دل سرودن هنر است. در بزم هزار و یک شب تنهایی با سایه خود رقص نمودن هنر است. صفیوا از جمله شاعران، ادیبان، مترجمان، نمایشنامه و رمان نویسان پارسیگوی تاجیکستان است که درخشندگی و دغدغه‌های انسانیش که با دنیای مدرن همراه است باعث شده به او لقب مادر ملت تاجیک بدهند. او از نمایندگان تاجیکستان در پارلمان شوروی سابق و از حامیان استقلال تاجیکستان بوده است. گلرخسار در سالهای 1989 تا 1991 در زمان گورباچوف یکی از معاونان پارلمان شوروی سابق بود. مدیر بخش مطبوعات کمیته مرکزی کمسومول تاجیکستان و سردبیر روزنامه پیانیر یا پیشاهنگ تاجیکستان و هم معاون اتحادیه روزنامه نگاران این کشور بود. سپس دبیر کانون نویسندگان این کشور شد که از سال 1971 عضو پیوسته آن بود. او پیشتر عضو اتحادیه نویسندگان شوروی بود و همکنون رئیس انجمن قلم تاجیکستان است. او همچنین از بنیانگذاران بنیاد فرهنگ تاجیکستان به شمار می رود. پس از استقلال تاجیکستان در سال 1991 و در دوران جنگ‌های داخلی این کشور که 5 سال به طول انجامید و بیش از 100 هزار نفر جان باختند، گلرخسار زندگی پرفراز و نشیبی داشت. 16 بار به او سوء قصد شد که از تمام آنها جان سالم به در برد. گلرخسار طی 1 عمر فعالیت ادبی جوایز ملی و بین المللی بسیاری برده که جایزه کمسومول تاجیکستان در سال 1975 و کمسومول شوروی یا همان سازمان سیاسی جوانان شوروی در سال 1988 تنها 2 نمونه آن. با تو از کفتر بیلانه و بیدانه درو، با تو از دهشت تنهایی جانانه درو، با تو از بوی خوشی رقص گلی یاس پیام، با تو از حوصله عشق غریبانه درود، با تو از مرگ غروری فر و فرزانه درود. پیش از تو با دل و جان تو عاشق بودم، با گلافزای گلافشان تو عاشق بودم. گر به خود آمدم از غم و درد دیگران، زنده‌دار شرر شادی دیدار تو هم. ای که از ظلمت شب مثل سحر آمده ای، در دل ابر ستاره اختر بیدار تو. درود بر بانو گلرخسار. تشکر تشکر. درود بر شما. چه حال دارین بانوی آزاده آریایی؟ بد نیست، حالمون بهار از زیبایی است، امید است، دیگر شعر میگیم گاهی. بهار در تاجیکستان بسان پردیس و بهشت میماند، سراسر سبز و خرم. واقعا هوایم خیلی تازه است و محیطم خیلی زیباست و زخمهایی که سال گذشته به دل ما زد آسته آسته فراموش میشن. بله، زخمها زیاد است و شما، من همواره اینو حفظ کردم از روزی که این کتاب رو به من امضا کردید، دستینه کردید، دادید. تیغی که ما را میکشد در جیب داورهای ماست، ما را به دست ما زدن آیین سرورهای ماست. دنیا رو بین گل رخسار، دنیا رو بین بی مذهب و بی آره بین. شعر که درد است، درد ما خیلی زیاد بود. الان دیگه حال که سخن از بازار می رود، بازار صوبی این سال دویم است که روز یکمی مای در غربت در غریبی از عالم در گذشت. 14 روز تابوتش بالای همه مملکت ها آوردن به تاجیکستان و عاقبت در وطنش خاکش. ما این سروده زیبای او از خون سیاوشیم
این رو به من هدیه کرده بود سال 2008. سال هاست که پیش درآمد برنامه تلویزیونی ماست و من گفتم امسال با چه کسی ما گفتگو کنیم که بهتر از همه باشه در دوستی با بازار صابر. گفتیم بانو رخسار، این چه کامسرهای دلیر. یاد اون روزهای شما در پاریس بودین به خیر گل رخسار. گل رخسار نازنین، شما چه خاطراتی از بازار صابر دارید که سالها خارج از کشورم رفت مدت ها، ولی خب آخر کار فرنشین تاجیکستان آقای امام علی رحمان ایشون اومد به اونجا، خیلی بهش احترام کرد، خیلی عزت کرد، خیلی بزرگی کردش و بعد هنگامی که از دنیا رفت در سیاتل همه کارها رو امام علی رحمان کرد که ایشون پیکرش به تاجیکستان برگرده و چند بار رفت به حضور پذیرفتش، اشعارش رو به امام علی رحمان پیشکش کرد بازار صابر و بازار صابر تبدیل شد به یک چکامسرای میهنی، میهن آریایی، یعنی از تاجیکستان تا سراسر جهان آریایی، ایران، افغانستان و بخارا و غیره. شما گل رخسار نازنین من چه خاطره ای از بازار صابر دارید که برای ما تعریف کنید؟ ما که سه نفر اصلا ناممون اصلا جدا، هیچ کس به زبان نمی آورد، لایق و بازار و بنده. خب من در سن و سال از اینا خردتر بودم، اما چجور شد که در این تیم به قبل شما منم افتادم و با هم بودیم و الان دیگه من خیلی خودم تنها احساس میکنم. استاد قناعت هم رفتم و هرچند که تمام کلی تاجیکستان همه شاعران، الان من خیال میکنم که من تنهایم. اینا رفتن، اینا پیش از همه لایق رفت. بعدا روز یکمی ماه بازار رفت، اصلا فوجه ما از این است، پیش از این کووید کی در یک ماه ما دو شاعر بزرگ از دست دادیم، استاد مومن قناعت و بازار صابر. بازار صابر یکمی ماه از دنیا گذشت، استاد قناعت 18 می. به روز تولیدش دو روز مانده بود از عالم در گذشت و هنو پهلوی همدیگر خوابیدن در مزارستان نیلو چوبا. من اون مزار نامش خوارستان ماندم. هر وقت میریم نزدشان، امسال من از باغ خودم، از باغ ورزوبم، یک نرگیس های شوهانه داشتم، همه چی چیدم آوردم. مثل که این دوستای من از شهر با این پشتک کش بستن، همه اونجا همه شناس، همه شنا، همه دوست زایق همونجا هست. و الان دیگه جربه نظری هم دوستم جمشید اسماعیل، استاد رحم زاده، استاد ترسون زاده، استاد بابا جان غفور، ملیکا صابر و این نخواچه بله جهانی. خلاص که گاه فراموش میکنیم که اینجا مزارستان است، من بگیم اینجا خمارستان است. برای هر کدومشون یک دونه این نرگیس از باغ من رسید. آفرین آفرین. بله دیگه چی بگم در باره بازار، چه خاطره دارم؟ میلیون خاطره دارم. اما دیگه خیال میکنم که ایشان در باره استاد ترسون‌زاده گفتم که بازار صابر، بله، جای او در دیده بود اکنون به دلها رفته است. گفتم بود در باره استاد ترسون‌زاده، در باره خود بازار هم من میگم که جای او در دیده بود اکنون به دلها رفته است. حالی هم همیشه در سر زبان هاست نموشون، همیشه اسمشون در زبان ها هست، مثل که زندان استاد من قناعت، لایق شرالی و بازار صابر. و بازار یک شعری خیلی معروف دارد که ترانه خانم و ترانه سرای ما اونو میخونن با نام زنگول زنان گذشت باران. زنگول زنان گذشت باران. بله، زنگول زنان گذشت باران. زنگول زنان گذشت باران، با سلسله ها گذشت باران، با سلسله ها گذشت باران، مانند زنان گذشت باران. باران و من و حباب در آب، باران و من و حباب در آب، آب و من و استراب در آب، آب و من و پیچتاب در آب، آب و من و آبگینه در آب، صد حلقه و صد نگینه در آب.
باران و چکیدنی خوش آواز، از شاخه تر چکیدنی ناز، از شاخه تر چکیدنی عشق، از شاخه تر چکیدنی شیر، از شاخ قلم چکیدنی من. زنگوله زنان گذشت باران، زنگوله زنان گذشت باران، چابوک و جوان گذشت باران، با سلسله ها گذشت باران، با سلسله ها گذشت باران، مانند زنان گذشت باران. باران هوا دوای دلها، داروی شکوفه های دلها. شاعران را مسپارید نبوسیده و خواهد. و وقتی این خیلی شعر مشهور است، و وقتی که بزرگ از دنیا رفت و این تابوتش هنوز آواره بود برای آوردن، من از من یک کلیپ کردن، یک فیلم برداشتم در باره بزرگ صوبیل. من از شعر همون یک اقتباس آوردم و این شعر گفتم. اگر شما آماده باشد من این شعر برای تو بخوانم. حتما بانو گلرخسار، گوش میکنیم به سروده بانو گلرخسار که برای بازار صابر سرودن. بله عزیزم، گوش میکنیم. بله در پیروی بزرگ شعری زنگوله زنان گذشت باران، میگوید بزرگ صبح. من میگویم که از دار جهان گذشت شاعر، به جاه و مکان گذشت شاعر، با شور و قیام آسیانه، با سوز نهان گذشت شاعر، از بند و گزند و چاه و زندان، آزاد روان گذشت شاعر، از سنگر بی اجل نمردن، بی تیر و کمان گذشت شاعر، با عشق یتیم و روح زخمین، با درد گران گذشت شاعر، بی مشعل ارغوان لاله، با رنگ خزان گذشت شاعر، در سینه دل شکسته ای داشت، دل در کف جان گذشت شاید، از شرق به غرب قاصد درد، زنگوله زنان گذشت شاید، انگشت به تگمه در شعر، در مشت فغان گذشت شاید، آنی که زبان ملت بود، از زخم زبان گذشت شاید، زنگوله یادها خاموش است، ای بی خبران گذشت شاعر، ای بی خبران گذشت شاعر، زنگوله یادها خاموش است، ای بی خبران گذشت شاعر. بسیار زیبا، بسیار زیبا. بازار زندان نشسته بود 9 ماه، خیلی سرسون شد. بعد در مسکو ما همراه چی بودیم، آورا و فیلاری بودیم، اون رفت امریکا، ما مسکو مونده، من برگشتم بعد 5 سال، اون بعدی 20 سال. خب من بعد خب دیگه بعد 5-6 سال من برگشتم، اون بعدی 20 سال برگشت. و خیلی واقعا خیلی از جانبی رئیس جمهور هم خیلی عزت دید و زخمش خیلی شفا یافت، اما عمر بقا نکرد. محفل های بزرگ شعر شده با تئاتر های بزرگ، خب در نبودن شما محفل ها شارسته میکردیم. من وقتی خودش اومد است، خیلی مخلص های زیاد داره، دوستش میدارم و هنوز هم خیال نمیکنم که از بین ما رفته است. بازار صابر مثل همه چکام سرای های تاریخ آریایی همیشه زنده است. با نگر رفتا با سخن خیش، من از حقیقت افسانه بیشتر دوست میدارم، افسانه های مثل شاهنامه، اگر کشتن رستم از دست کشتن سهراب از دست پدرش نباشد، اگر مثلا مثل مثنوی، چرا اسطوره ها را دوست میدارم، اما هیچ چیز جاویدانه نیست، هیچ کدام شاعر و هیچ کدام سخنسر جاویدانه نیست. ما تا اون وقتی که ما زنده ایم، حافظ برای من شما زنده، حافظ یاد میکند یا نمیکند ما نمیدونیم،
برای همه درباره بزرگ صابر میگم که خوشبختیش در این بود که یک یتیم بود، در یتیم خانه بزرگ شده بود، در یک خانواده بسیار سیر فرزند که پدرشان بر وقت پال کرده بود، یک مادری مشتیپر اونا تربیت کرده بود. این یک بچه کشلاقی بود که در امریکا زندگی کرد، مرد و شهری نشد. وقتی که وفات کرد، من باز از اون باقی ورزوبیم، گلادیولوی ورزوبیم، گلادیولوی وحشی براش آوردم. اما وقتی که من یاد میکنه در امریکا می نویسد که کشلاقه که من بوی چپاتی دارد، یا که از خاک وطن در دل من گوری پدر ما مادر شما زوری لب جرد در پس در ما. خیلی چیزوی دردناک میگه. و بدونید اگر ما در بوره شعر بزرگ صحبید وقتی قضاوت نیست، البته این چیزی بسیار عمیق میخواد، اما اگر ما یک دو سخن من بگیم همچون هم قلمش دوستش، بله میخواهم بگیم که در همه قرن ما در شعر فارسی توجکی داری که همه شد چیز است. استاد اخوان میگو که ما بگیم نگیم در شاعری که من شما آفرین آفرین در شعر ما، در شعر ما مثل در شعر تصویرگری طبیعت و زندگی روستا و بچگی و اینا مثل بزرگ صبیر کم شاعری که قدر موفق شدن و اینقدر خوب گفتن. آفرین آفرین بانو گل رخسار، اینا که شما رو پس از سالها پیدا کردیم بسیار خرسند و شادمانیم که یاد شاعر نامدار تاجیکستان رو با شما گرامی بداریم، بازار صابر رو، و از این پس بیشتر بتونیم با شما گفتگو کنیم و از این احساسات پاک و شیرین و زیبای شما بهره ببریم. شما بسیار خوب علی جناب، منم من بسیار مشتاقم که شما رو ببینم. خدا کند که این بیماری از بین برود. با مهر یزدان، بله با مهر یزدان این بیماری از بین بره، راه ها باز میشه، شما بیایید پاریس، ما باز شما رو ببینیم و مردم بیان تاجیکستان زیارت. در پایان در فرامده این سخنی که شما که من دیر پیدا کردید، شما اما من هم دیر پیدا کرده باشید، ما اینجا نرفتیم، ما همون در همون خراسان بزرگ هستیم که افتاب از اونجا طلوع میکند. اگر اجازت بدین براتون یک شعری برای همین خراسان بخونم. به 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 چه ارمغان خوبی، حتما حتما. شعری توزه بود در نوروز نوشته بودم و ایران هم فرستادم برای دوستو که چاپ کنن و نام کردن یا نه. اینجوری زخم یاد خفته افغان میکند، رفته از آینده دستان میکند. از مرا زخم یاد خفته افغان میکند، رفته از آینده دستان میکند. از مرا قند سمرقند چوخان شعر الهام مهر الهام میکند. با دری پارسی تاجیکی رودکی پیغام سامان میکند. دردهای خفته و بنهفته را بو علی مهر درمان میکند. شاهنامه میهن اندر میهن است، عرش فضلش فرش کیهان میکند. بوستان از سر و کشمر داستان، بوستان از سر و کشمر داستان، گلستان از چیست چیستان میکند. شوق روحی صوفی بلخی روم در بخارا بازو گردان میکند. از تب تبریزی حجر کمال سیر در خوجند طوفان میکند. از خراسان میبراید آفتاب، از خراسان میبراید آفتاب، ذره اندر ذره عرفان میکند. سیب خوبانی دسترخان من بوی خورشید خراسان. به 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 چه زیبا سفری کردید به تمام این جایگاه های زیبای خراسان بزرگ بانو گلرخسا. یعنی که ما یکیم، این نگن که ارشد خوان می راست میگفت که ما ماییم، ما یک دو هشت یک نیست، ما ماییم. بله این شعر است که ما را پیوان کرد. میبینی ملک های هستن که گاز دارن، نفت دارن، نمیدونم چی دارن، الماس دارن، لد، اما اینا همش چیزی گم میشن، اما سخن گم نمیشن. یک نفر مثلا اروپایی که اینقدر از خودش مثلا بو علی میتراشد، یک واژه بو علی را ایجاد کرده نمیتونن. پس کنیم که یکی از مملکت های بزرگ میخواد شاهنامه ایجاد کنه، ده نفر ممکن کم کنه در یک اتاق،
نمیدونم 100 سال پلا شانتیادو گرفتی شاهنامه نویسید. آفرین. شاهنامه اما تاریخ ندارم برای نوشتن شاهنامه. آفرین. میتونی چی میگو؟ کاملا بله. با شما موفقیت میخواهم، کامیابی و کار سوچکو میخواهم در هر کجایی که باشه، همون جایی که زبان ما هست وطن ما هم که با ما هست. درود بر شما. ما در جمدان ما میبریم و همه جای دنیا وطن ما در جمدان ما در دل ما هست. درود بر شما. برای همین بله، بگذار سه نفر این صحبت من و شما رو شنود، اما وقتی من میگم که شاهنامه وطن است، وطن بیماری. آفر. شاهنامه سخن است، سخن بیمارگی. شاهنامه وطن است، وطن بیمارگی. آره شاهنامه وطن است، وطنی که از من تو نتوانند به شمشیر و تسبیح نبودن. شاهنامه خیرد است، خیردی که به جهان آموزد هنری از اجل جهان نموندن. شاهنامه ادب است، ادبی که ثمر سبز درختش جاودان بخشد. شاهنامه نفس است، شاهنامه نفس است، نفسی که از من تو گر بیرویم بمیریم. وقتی که این شعر در مشهد در دانشگاه میخوندم، یک جوان از امریکا آمده بود، من گفت که تو همه وقت من خودم رو بیوطن احساس میکردم، بعد این شعر این میدونم که شاهنامه وطن است. آفرین. بله، من میگم که ما هر جایی که باشیم آریایی. من آریاییم، از نسل آفتاب، از شهد آفتاب. بله، آفرین. این همین دیگه آقای عویستو و دیگه شما را چی میگم و اما امید ارزوهاتان در اون پاری سپر تاریخ و سپاس پر تعلقه و زیبا و نازنین میسپارم. سپاس و خودم هم برم دیگه اجازت برم خورم دیگه. سپاس بانو گل رخسار، دست شما رو میبوسم و به امید دیدارتان در پاریس تا گفتگوی دیگر. اهورامزدا، خداوند دانایی و توانایی همراهتان باد. بدرود نازنین. سلامت باشید. بدرود. فصل طرب رقص شراب آمده است. فصل طرب رقص شراب آمده است. برنامه عشق من جواب آمده است. با دسته گل زی گلخن نوروزی گلشنه گلخن دسته گل زی گلخن نوروزی زردوشت به بزم آفتاب آمده. زردوشت به بزم آفتاب آمده است. آفرین. درود بر شما. سلامت باشید. با بوسه و مهر بانو گل رخسار و با امید دیدار. بهاران خجسته باد چون هنوز در بهاریم. با بوسه و مهر. دوستمون سلام بگین، ما هم دمشه دایوتون هستیم، هر قدر این کنه کوچکم باشه شما رو دعوت بکنیم، خود ما میریم. سپاس بانو گل رخسار، با امید دیدار نازنین. بدرود، خدا نگهدار. در پناه اهورامزدا، خدا نگهدار. بوی جوی مولیان میوزد و صدا میکند، من تو را انتظارم. ما را مولیان صدا میکند. بله. بوی جوی مولیان آید همه، یاد یاری مهربان آید همه. بوی جوی مولیان آید همه، ما آتشی زرد پشتیم، ما آتشی زرد.
کشتیم، ما کشتن همه کشتیم، ما آتش زردشتیم، ما کشتن همه کشتیم، اسماعیل سامان